وزارت زراعت باغ‌های جدید گیلاس را در ولسوالی فرزه کابل ساخته است. این باغ‌ها اکنون به ثمر رسیده است. روزانه 4 متر تن گیلاس از این باغ‌ها به امارات متحده صادر می‌شود. این میوه خوشمزه از کیفیت بالایی برخوردار است و حاصل زیاد دارد. محمد نعیم باغدار در ولسوالی فرزه می‌گوید روزانه 4 متر تن گیلاس از این ولسوالی جمع‌آوری و بعد از پروسس و بسته‌بندی معیاری به امارات متحده صادر می‌شود. یک تن روزانه ما پر می‌کنیم، نیم تن یک رابطه دیگه پر می‌کنند، نیم تن یک بعد دیگه پر می‌کنند، یک تن یک بعد دیگه. تقریباً امروز تاجری که اینجا آمده تشریف آورده با ما قرارداد کرده، روزانه یک روز گذشته 4 تن گلاس پر می‌کنه روان می‌کنه با کشور دبی. بله، محمد نسیم یک باغدار دیگر در فرزه از افزایش حاصلات و نرخ گیلاس در بازارهای داخلی حرف میزند. او میگوید 7 کیلوگرم گیلاس را به 850 الا 900 افغانی به فروش میرساند. مثلا نیال ما کلام میشه، یا نیال که حاصل ما پیش میگیریم زیاد شده میره سال به سال. 300 تا 500 900 برابری دیگه جور آمده است. در حال حاضر گیلاس افغانستان به امارات متحده و هند صادر می شود. رحمان الدین فرزایی تاجر میوه تازه از بازار گرم گیلاس حرف می زند. او می گوید با خرید و فروش میوه زمینه کار هم برای دهقانان فراهم می شود و هم برای چند نفر دیگر. کار دهقانم پیش بره، کارمان پیش بره، یک 4 نفر شاگرده که ما داریم و هم پردیش میشه، مفاد میکنیم، بعضی وقت تمام نباشیم. این میزی سیستم کاروبار است که پیش میره. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری چند سال پیش باغ‌های جدید گیلاس را به منظور ترویج ورایتی ترکی در ولسوالی فرزه کابل احداث کرد. این ورایتی به دلیل مزه و کیفیت عالی بازار خوبی هم دارد. بیشتر باغداران برای تکثیر این ورایتی اقدام کردند.